به دنبال تشدید بمباران های جنایتکارانه رژیم اسد در منطقه جنوب سوریه هزاران تن از مردم ناچار به جابجایی اجباری شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه آمار جابجا جا شدگان طی سه روز را دوازده هزار غیر نظامی ذکر کرد. در همین حال رسانه های گزارش دادند که روز جمعه رژیم اسد برای نخستین بار طی یک سال اقدام به پرتاب بشکه های انفجاری در منطقه تحت کنترل اپوزیسیون در جنوب غربی سوریه کرده است. پیش از این اورینت نیوز گزارش داده بود که در حملات مزدوران رژیم اسد روز چهارشنبه پانزده غیر نظامی کشته و شماری مجروح شدند. آمریکا به رژیم اسد نسبت به عواقب شدید نقض آتش بس در منطقه جنوب غربی سوریه هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش عملیات رژیم اسد در این منطقه گفت بنا به های ما ارتش رژیم سوریه و واحدهای شبه نظامی آن آتش بس در منطقه کاهش تنش در جنوب غربی را نقض کرده و اقدام به حملات هوایی، توپباران و حملات موشکی کردند.